سلام چاکرمه برارا تعویض کاسنمد کلگاوی پیکان وانت. ببینید روغن ریزی داره، میخوایم عوضش کنیم. 0 تا 100 شکیل رو دوست داشتنی بدون کات کردن سختی های مکانیکی، یعنی همش داخل این ویدیو قرار داره. اگه ما یه جایی نتونیم شما قشنگ ببینی و سختی ها رو درک کنی. گاردون رو باید باز کنی و یه چاله سرویس شما داشته باشی. بوکسی 24 برای باز کردن این موره. ببینید چرخ ها رو، زیر چرخ یعنی که جلو و اینجا یه دونه سنگ میذاری چون عقب جلو میشه. خب حالا یه دونه لوله هم نیاز داری. چی سفت خدایی، ببینید یه جوری باید بندازی. حالا با بوکس هم فهم کنیم رفقا، ببینیم با بوکس چی جوریه. اول با بوکس باز نکردم چون اکثرا بوکس بادی ندارم. باید حس کنی، درک کنی سختی کار. گرفتی چی گفتم؟ از لایک یادتون نره. موره رو که باز کردی یعنی بوکسی 24 میخوره. یه واشیر اینجا وجود داره رفقا، واشیرش افتاد پایین، برش میداریم. خب شما میرسی به کاسه نمد تویوتایی. من واشیرش رو بردارم ببینیم واشیرش. خب حالا برای برداشتن کاسه نمد از روی کلگاوی، ببینیم کلگاویش کلا تویوتایی، کاسه نمدش فرق داره با بقیه پیکانا. اونا کلگاوی معمولیه، اینم به خاطر اینکه تویوتایی کاسه نمدش فرق داره. خب حالا یه پیچگوشی شما نیاز داری، یه چیز بزرگتر تا بتونی کاسه نمد رو بکشی بیرون. خب رفقا این خاکا رو تمیز میکنید، سر پیچگوشی رو تمیز میکنی، این حالتی این آهن رفقا بعد در میاد. خب منظورم کاسه نمدش ها. یکم روغن میریزه از دف رفقا، خیلی حواستون باشه این روغنش خیلی کثیفه، ما میخوایم براش عوض کنیم. ببینید یه استانبولی داشته باشی. روغنه دفش کلن باید عوض بشه. شما کلن که وقتی کاسه نمدو بکشی بیرون روغن خالی میشه، تویوتایی اینجوریه. ببینید چقدر کثیفه این روغن، خیلی خیلی وضعش خرابه. سر شافتو قشنگ تمیز میکنی. شیاریاش، منظور همون هزارخاریاشه. ببینید رفقا این کاسه نمدیش آهنی سخت در میاد، روغنش تموم بشه. خب رفقا ما میخواییم کاسه نمد رو جا بزنیم. کسانی که نمیدونن یا میخوان اگه روغن گیر یا روغن دفشون رو عوض نکنن روغنش خوبه، ما در همین حین جا میزنیم که شما حواستون باشه. خب که وقتی کاسه نمد رو میکشی بیرون روغنا میریزه از همین خود روغن دف. یکم دور کاسه نمد جا میزنی، یعنی میمالونی. این کاسه نمد خودش نیست دوستان. خب رفقا الان ساعت 5:30 صبح، کاسه نمد شو ما فیلمو قطع کردیم به خاطر اینکه پیدا نمیشد. ببینید این کوچیک بود، الان این بزرگه، یعنی این کاسه نمد خودش. چکش پلاستیکی، خیلی بد گیر میاد این کاسه نمد رفقا.
باید مماس با خود لعبه کلگاوی باشه. خب شما حالا که کاسه نمد رو جا زدی موقع نلبکیه. دست دیگه فشار میدی میده داخل. موقع واشر گذاریشه. واشر که گذاشتی حالا مورش بوکس 24 رو فوا. حالا صفر کردنش دستی بوکس زیر چرخانم که دیگه گفتم دیگه قشنگ چوب بذارید. این خیلی موره خطرناکی رفقا، حتما حتما خوب سفتش کنید. خب این لوله هم باید بندازی. لوله نیاوردم. لوله رو آوردی رفقا، این باید خیلی سفت بشه مردونی با، چون اگه موره باز بشه خدافیزی کلا. خب دوباره با بوکس هم میندازی بیدیم صف میکنه. خب حالا رفقا اینجا رو دقت کنید، اینجا باید پرس بشه با خود هزارخواری کلگاوی. چون خدایی نکرده اگه این موره باز بشه گاردونی نداری شما دیگه. قشنگ پرسش میکنی که در نره، یعنی شل نکنه. این از پرس کردنش. خب رفقا اینم از پرس کردن مهره نلبکی، اینم از تعویض رفقا کاسه نمد کلگاوی تویوتای رفقا. به همین سادگی باورتون میشه یک روز کامل دنبال این کاسه نمد بودیم گیر نمی اومد. هر نظر داشتی پایین ویدیو کامنت کن، من در خدمتم. چاکرم برادرا، اسی سلام.